تیم ملی فوتبال کشورمون داره آماده میشه برای حضور در مرحله مقدماتی یا پلی آف جام جهانی برزیل. نقطه افتخاری که برای هر تیم ملی اصلا حضور در اون خودش یک امتیاز هست، سوا اینکه بتونه حالا امتیازهای لازم را به دست بیاره که دیگه بهتر، منتها راه طولانی داره. تیم ملی فوتبال کشورمون این هفته یک شنبه با تیم آفریقایی ماداگاسکار بازی کرد، پیروزی 1-0 هم به همراه داشت که خب این بازی هم حرف داشت، نقد داشت، بحث‌های مختلفی داشت و از حدود چند ساعت دیگه هم مرحله جدید تمرینات تیم ملی برای بازی رفت با مالدیو در مقدماتی جام جهانی در تهران آغاز میشه. گفتیم دعوت کنیم از سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمون آقای عباس ترابیان باشون صحبت کنیم و من خوش آمد میگم. خیلی خوش آمدید آقای ترابیان به استدیو خبر جام جهانی. خیلی متشکرم از شما. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان خوبم در اقصی نقاط جهان. زنده باشید آقای ترابیان. ما با ماداگاسکار بازی کردیم، خب بازی هم 1-0 بردیم. میخوام راجع به همین صحبت کنم. یه تعداد تماشاگرام صحبت کردن الان دیدی هم موافق بودن، یه دمی گفتن آقا فرصت بدیم به کیروش که به نظر منطقی هم از با یه گل که خب بهار نمیشه هیچ اتفاقی نمیفته، ولی خب حواشی داشت این بازی، شعارهایی که علیه ریاست فدراسیون میدادن، علیه به نوعی حالا نمیگم آقای کیروش ولی یادی از آقای علی دایی میشد، برای یک بازی دوستانه عجیب بود. من دیدم شما موزگیری تندی هم داشتین، دلیلش چی بود؟ من خدمتتون عرض کنم، من نظر شخصی خودم رو میگم، اعتقاد من بودن اشخاصی که پشت این قضایا متاسفانه حضور داشتن و لیدرهایی رو تحریک کرده بودن که در هر شرایطی در زمان مختزی و با یک تلفن شروع بکنن. بله، در یه بازی که یه تیمی اونم تیم ملی یه کشور یکی جلو هست، بسیار از حملات دست این تیم هست، بازی کلن دست این تیم هست و داره کارش رو انجام میده، یه دفعه شروع بکنن به رئیس فدراسیون که در استادیوم حضور نداره حرفای به اون شکل زدن، اینها من اعتقادم این هستش که متاسفانه پشتش افرادی بودن. شاید این افراد از کجا داخل کشور، من نمیتونم راجع به این افراد صحبت بکنم جام لازمی، ولی امیال افراد در حال خودش ولی میدونید کیا هستن نه؟ حالا ما حدشون حدس میزنیم و در حال نمیتونیم قضاوت صریح بکنیم، برای همه اجازه بفهمید که ما اسم کسی رو بزنیم. نه من نگفتم اسم بیاریم، فقط گفتم میشناسینشون که میگید متوجه هستید. بله، در حال این کار خوبی نیست. ببینید وقتی با چرا از علی دایی یاد شد، علتش چی؟ من فکر کنم که اون بخش از قضیه یک حرکت انحرافی بود که در حال از آن رو ببره به سمت علی دایی. علی دایی اتفاقا از شروع تمرینات تیم ملی به طور دائم با آقای کیروش در تماس بود، آقای کیروش رو ایشون قبول داره به عنوان یک مربی قابل به اصطلاح اشاره در دنیا، یکی از بهترین مربی ها و مرتب هم تماسش رو با ایشون حفظ کرده. خود علی دایی هم مربی بسیار خوبی هست، اما در حال این که خیلی بده که ما در حالی که یه مربی رو آوردیم به قول شما هنوز محک نخورده، هنوز هیچ کارش رو انجام نداده، به یک باره بخوایم اینطوری حمله بکنیم و این کارایی که در حال کیروش ناراحت شد. خب معلومه، ولی ایشون آدم حرفه‌ای هستش، خیلی چیزا رو به زبان نمیاد. حالا تو من هم جا اضافه کنم که من امروز این مصاحبه از علی دایی میخوندم، ایشون هم دقیقاً همین موضوع رو اشاره کرده بود و کیروش رو تایید کرده بود، مربی بزرگی است و همین موضوع رو بهش پرداخته بود که بابا باید به این آدم فرصت بدین، این کارش انجام بده، موضوع بحث تیم ملی هست، رسیدن به جام جهانی هست و باری که علی دایی که واقعا یک مسئله ملی هست و دل اون مخاطب تیم ملی با یک آرامش خاطر انشالله کار رو به پیش ببره. اما گفتیم امروز تمرین تیم ملی شروع میشه، بیایم حالا از بازی ماداگاسکار جدا شیم. از ساعت چند امروز دور جدید دیگه، دور آخر هم هست؟ بله خدمت عرض کنم، بعد از بازی یک شنبه خب به بازیکنان این فرصت داده شد که یه مقداری برن به کارهای شخصشون برسن، یه مقداری فراغت بال پیدا بکنن، از نظر تمرکز هم بتونن یه مقداری خودشون رو پیدا بکنن و امروز عصر ساعت 7 بچه خودشون رو به کادر فنی معرفی خواهند کرد و در ساعت 7:30 هم تمرین شروع میشه. البته امروز در فضای بسته یه مقداری تاکتیک ها مرور میشه و یه سری کارهای فنی انجام میشه و از فردا هم صبح و بعد از ظهر باز ما تمرین خواهیم داشت. و بازی رفتمون در تهران هست، بازی برگشتم در مالدیو. ماله، بله، شهر ماله. شهر ماله. بله. مرکز مالدیو هست. بله. خب آقای ترابیان یه مقدار از شرایط تیم بگین، کسانی که دعوت شدن، 24 نفری که دعوت شدن، این در واقع فهرستی است برای بازی با مالدیو؟ من چون می‌بینم مدام فهرست آقای کیروش تغییر میکنه، دلیل خاصی داره؟ بله خدمت عرض کنم، بله این 24 نفری که الان دعوت شدند که در واقع
قبل از بازی تبدیل به 23 نفر خواهند شد. اینها بچه‌ای هستند که در شرایط در حال آماده تری به سر می بردند و ایشون در نظر دارند که همه اونهایی که به نوعی در شرایط خوبی قرار می گیرند خودشون رو نشون میدن، اینها بیان و تست بشن در تیم ملی. و خدمتتون عرض میکنم که ما در اردوی اتریش هم ایشون به اشکال مختلف از این بچه‌ها استفاده کرده. در بازی‌هایی که ما در اتریش داشتیم که می‌دونید 3 تا بازی تدارک داشتیم، در هر بازی ایشون در هر نیمه یک تیم رو آزمایش کردن و به اعتقاد من تازه رفته رفته ایشون به یک ترکیب ثابتی برای بازی با مالدیو رسیدن. ولی قطعاً بعد از بازی مالدیو ما نفرات حتما جدیدتری رو باز خواهیم داشت که به اردوی تیم ملی بیان و ممکنه که تا زمانی که بازی‌های بعدی ما شروع بشه بازی تغییراتی رو داشته باشیم. یه نکته دیگه، بهترین گلزن لیگ برتر ختم می‌خوره آقای نوروزی و میثاق معمارزاده دروازه‌بان پرسپولیس. مخصوصاً بهترین گلزن لیگ برتر خیلی سوال بود که چطور این آدم نمیتونه برای بازی با مالدیو حداقل در ترکیب تیم ملی باشه. خدمت عرض کنم من خودم همین سوال رو واقعیت از آقای کیروش پرسیدم. ایشون گفتن که با به اصطلاح توجه به اون ترکیبی که من مد نظر دارم برای مالدیو، نظرم این هستش که ایشون در بازی‌های بعد قطعاً شانس بیشتری خواهند داشت، اما الان برای این دوتا بازی فعلاً به وجود ایشون من احتیاج ندارم، علی‌رغم اینکه ایشون حالا گلزن لیگ هم بوده و در شرایط بسیار سختی هم گل می‌زده. اما خب نظر سرمربی تیم هست و در واقع ایشون هست که ابزار کارش رو انتخاب می‌کنه و برای این دوتا بازی ایشون تشخیص دادن که فعلاً از این بازیکن بهره نگیرم. یه سوال دیگه، خب آقای کیروش خیلی بازی های لیگو ندیدن، به هر حال کسانی بهشون مشورت میدن از جمله خود شما، ممکنه نه مشورت تعیین کننده، بالاخره سوال میکنه آقا این چجوریه اون چجوریه، داریم همچین کسایی در فدراسیون؟ به هیچ وجه. من اتفاقا خیلی صریح اینو خدمتتون بگم، یعنی شما هیچ نظری نمیدید بهشون؟ اصلا به هیچ وجه. ایشون اولا خودشون خیلی کار میکنن، فیلم تمام بازی‌هایی که ایشون حتی حضور نداشتن رو میشینن با همکاراشون به دقت نگاه میکنن، بازیکن‌ها رو به دقت میشناسن، با دقت میشناسن، شناسایی راجع به توانایی‌های خاص این بازیکن‌ها دارن و من فکر میکنم که ایشون از بنده که خیلی بیشتر، از بعضی از مربیای ما هم خیلی بیشتر بازیکن‌ها رو خیلی خوب میشناسن و اصلا احتیاجی به این ندارن که از بیرون کسی بخواد در حال توصیه ای بهشون بکنه. به هیچ خیالم راحت بشه، پس توصیه پذیر نیستن، کسی هم دخالت نمیکنه، خودشون هم چه شخصیتی ندارن. به هیچ وجه. ایشون یه صحبتی داشتن در همین ارتباط، میگفتن که یک مربی تمام آبرو اعتبارش در مسابقات هست، اگر قرار بشه ابزار کارش رو دیگران براش تعیین بکنن و ایشون آبروش رو سرمایه گذاری بکنه، این اصلا با عقل جور در نمیاد. بنابراین بایستی که ابزار کارش رو خودش تعیین بکنه. بعد قراردادشون تا شروع جام جهانی برزیل، تا پایان جام جهانی، تا پایان جام جهانی برزیل و همه ابزاری هم که می‌خواسته، همه آدمی که می‌خواسته شما مهیا کردید، دیگه بحثی نیست. بله، ما تا اونجایی که در حال در توانمون بوده سعی کردیم که تمام خواسته هایشون رو رعایت بکنیم و پوشش بدیم. البته در بعضی موارد واقعا هنوز نتونستیم، چون استانداردهایی که حالا خدمتتون میگم، چون استانداردهایی که ایشون مد نظرشون هست همون استانداردهایی هست که در منچستر و جاهای دیگه هست. خب ما واقعیت نمیتونیم خیلی همه اون موارد رو پوشش بدیم، اما در تلاش و کوشش هستیم. مثلا خدمتتون شما فرمودید مثال بزنید، در کمپ تیم ملی که خب ما کمپ آبرومندی داریم، واقعا چندین زمین چمن و چمن مصنوعی و موارد مختلف سالن غیرگزالک که داریم، ایشون گفتن اینجا یک سالن ریکاوری رو کم داره که در این سالن ریکاوری باید حوضچه مخصوص ریکاوری باشه، مواردی که در حال در یک باشگاه رد بالایی مثل منچستر وجود داره. خب ما قبلا هم کسی واقعا این توصیه رو به ما نکرده بوده، این سرمربی قبلی خیلی دقت نمی‌کنه، ایشون که نه اصلا تو این سطوح نبودن به اعتقاد من و حالا در حال ایشون دارن این موارد رو میگن، خیلی هم خوبه. این در توانتون هست که حوزه ریکاوری تعیین کنید که ما میگیم باید. باید ایشون در هر حال مستمسکی هستن جهت این که ما حرکت کنیم. بسیار. اگر کمبودی هست ما این کمبودها رو پوشش بدیم، مهیا بکنیم تا انشالله
بتوانیم بگیم ما هم در استانداردهای بالا هستیم. یه سوال خیلی جدی، البته از اون سوالاست که شما هیچ وقت جواب ندادید، ولی من همیشه میپرسم. ما شنیدیم ایشون و دستیارانشون 15 میلیارد تومان پول گرفتن، درسته؟ من خدمت شما همه هموطنان خوبم عرض کنم قرارداد ما با آقای کیروش یکی از افتخارات کشورمون هست. یه روزی انشالله من قول به شما میدم که این قضیه ثابت خواهد شد، اما با توجه به اینکه ما بهشون قول دادیم، با هم دیگه توافق کردیم که قرارداد رو برای نفر سومی نگیم، مواردش رو باز نکنیم، برای همین هم ما نمیتونیم بگیم. اما من به شما اطمینان خاطر میدم که قراردادی که ما بهشون منعقد کردیم قرارداد بسیار خوب و آبرومندی است برای کشورمون. این عددی که من گفتم پس نیست اصلا به هیچ وجه. من فقط اشاره کوچیکی بکنم به شما که خب یکی از مواردی که مربی خیلی روش تاکید دارن اون بونس یا پاداش هایی هستش که برای بردهای مسابقات میگیرن. ایشون حتی پاداشش بعد از صعود به جام جهانی شروع میشه تازه، و بعد هم ما در شرایط اینقدر تخفیف داده به فوتبال ایران. حالا من خدمتتون میگم چراش هم میگم، وقتم نداری تو دو دقیقه سریع میگم چراش هم. به خاطر این بود که در زمانی که ما با ایشون قرارداد منعقد کردیم هنوز پرونده ایشون در دادگاه کس بود و خیلی های دیگه که علاقمند به قرارداد با ایشون بودن جرأت این امضای این قرارداد رو نداشتن. اما ما بنابر اطلاعاتی که در حال کسب کردیم از فیفا متوجه شدیم که ایشون تبرئه خواهد شد و به این هم ریسک کردیم، اما ریسکمون به نفع کشور تموم شد. پس از این معرفت ایرانی ها خوشش اومده آقای کیروش رو داره اینجوری جبران بکنه. در هر حال خب آقای ترابیان، آقای جواد نکونام کاپتان تیم ملی کشورمون معمایی شده، گاهی هست گاهی میره گاهی اضافه میشه، بالاخره چیکار می‌خوایم بکنیم آقای نکونام؟ خدمت شما عرض می‌کنم که ما با باشگاه اوساسونا که باشگاه ایشون باشه یه توافقاتی رو کرده بودیم، این شکل که ایشون در زمان این که در ایران هستن تمریناتشون رو خودشون انجام بدن و احتیاج به این نباشه که به اتریش بیان، اما بعدش ایشون بتونه با تیم ما به تیم ما ملحق بشه. اما یه مقداری اوساسونا با همه حرفه‌گریش الان یه قدر داره به قول بچه های ورزشی جر میزنه که حالا ما در صدد هستیم انشاءالله اینجوری حلش. بله خب خیلی متشکرم، خیلی خوشحال شدیم. تیم امیدمونم که انتظار رسید به 40 سال. فقط یه کلمه بگین برای سرمربی امید، کاری برنامه آقای کیروش داری یا نه؟ 10 سال یا 15 سال. آقای کیروش یه جمله میگن، میگن باید بگیم این تیم به جام جهانی و المپیک بعدی خواهد رفت و باید از زیر 17 سال شروع بکنیم.